صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم، شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض السلام، ادب، احترام، عرض تبریک، شاد باش خدمت شما عزیزان بیننده. امیدوارم هر جا که هستید تحت ظل عنایات مقام بقية الله عجل الله تعالی فرج الشریف، اوقات و ایام به کام همه شما بوده باشد. شب ولادت امیر عوالم، امیر المؤمنین اسدالله الغالب، مظهر العجائب علی ابن ابی طالب، روحی له الفدا. جای همه شما خالیست نجف امیر المؤمنین، جای همه ما و شما. میبینید احوالات حرم امیر عوالم، امیر المؤمنین روحی له الفدا را، شیعانی که آمده اند عرض تبریک و عرض ارادت خدمت امیر عوالم، امیر المؤمنین روحی له الفدا داشته باشد. هنیئا لهم، گوارای وجودشان این عرض ارادت و همینطور گوارای وجود شما که با دیدن این تصاویر قلب و روحتون پر میکشه به سمت حرم امیر عوالم، امیر المؤمن روحی له الفدا، که این نشانه ایمان است، قلب مؤمن. شب ولادت امیر المؤمنین، امیدوارم که سید الشهدا روحی له الفدا و برادر با جان برابرش قمر بنی هاشم صلوات الله علیه نظر عنایت به همه ما داشته باشند و ایدی ما را تعجیل در فرج منتقمشون مقام بقیت الله اعلی حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه قرار بدهند و امور همه محبین و شیعانشون را رتق و فتق کنند و ختمه به خیر ان شاء الله. دلها همه آماده است برای اتفاقی که فردا در کعبه افتاده است. این خانه را باید خدا در عرش معماری کند، آدم بنایش را نهد، جبریل هم یاری کند، آید خلیل الله در آن یک چند حجاری کند، آن را اولوالعزمی دگر منقوش و گچکاری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. در خطبه حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه و در زیاراتی که
راجع به امیر عوالم امیر المومن روح الارفدا میخوانید، این عبارت معروف و مشهور برای اهل دقت و معرفت و تحقیق است که شرافت پیدا کرده است. خانه کعبه به ولادت امیر عوالم امیر المومنین روحی له الفدا. اگر برای اهل دقت، اهل معرفت، اهل ظرائف بخواهم مطلبی را بگویم در لفافه که خود پی آن مطلب بروند و تحقیق لازمه کنند و برسند به آن نتیجه، این مطلب باید توجه همه شما را جلب کنم به مبارکه نورانیه کلام الله مجید راجع به قبله و عبارتی که حق جل و علا در صفت قبله برای رسولش، حبیبش، خاتم و خاتم انبیا، اشرف و اعظم انبیا صلی الله علیه و آله می‌فرماید این است: قبلتن ترضاها، قبله ای که تو را راضی کند. بیش از اینش در چارچوب رسانه نمی گنجد و تحویل می دهم به شما محققین، شما اهل معرفت، تا بیابید آنچه را که غرض حضرت حق است جل و علا، آنچه که می شود از روایات برداشت کرد و در سینه ها گذارد برای رفعت درجه در معرفت حضرت امیر عوالم امیر المؤمنین. با شما عزیزان بیننده و اهل تحقیق میشنوند، بعدها هم این صدا را و این برنامه را خواهند دید و امیدوارم که مفید فائده برای همه باشد. بله، بنای خانه کعبه، بنای خانه کعبه خلیل الله نهاد، اما علی در خانه ظاهر گشت و صاحب خانه پیدا شد. تلسم لا شکست و دیو رفت و سحر شد باطل، کلید گنج الا الله را دندانه پیدا شد. ولادت امیر عوالم امیر المؤمنین عجیب و غوغاست، نه فقط در بطها، نه در حرم، نه در مکه، در کائنات، در همه عوالم وجود. راجع به ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله معاجز را بیشتر شنیده اید، بیشتر خوانده اید، بیشتر دیده اید، بیشتر گفته شده است. رسول حق صلی الله علیه و آله راجع به ولادت همه حضرات آل الله معاجزی رخ داده است، خاصه ولادت حضرت امیر عوالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا. خانه کعبه چگونه شکافته شد که تا امروز ما دشمنان ولایت میخواهند محو کنند این اثر را و نمیتوانند. خب قدری مطلب را علمی تر عرض کنم، از حوصله بعضی شاید بیرون باشد، ولی تمنا دارم حوصله کنند، تحمل کنند و مطالب را بشنوند، چرا که این معارف از بس گفته نشده است، مانده است در بین کتب بزرگان علما، در بین ادعیه و زیارات، باید مکشوف شود برای اهل معرفت. طبیعتاً ادعی نیز نمیتوانند حمل نورانیت مطالب کنند، طبیعی است این مطلب، اما طبیعت خوشایندی نیست که عرض میکنیم طبیعی است، نه به عنوان این که طبیعت خوبی است، نه، بسیاری از امور هست که در طبیعت رخ میدهد و خوشایند نیست. حقیقت آن اینجا معلوم می شود که ختمی مآب صلی الله علیه و آله تصریح به آن کرده است، در روایات دیگر مضمون آن به حد تواتر رسیده است که امیر المؤمنین روحی له الفدا ممیز بین کفر و حق است. امیر المؤمنین روحی له الفدا ممیز بین ایمان و شرک است. امیر المؤمنین روحی له الفدا شاخص و محک برای حلال یا حرام زادگی است. امیر المؤمنین روحی له الفدا شاخص برای سلم قلب است. امیر المؤمنین روحی له الفدا صلوات الله علیه میزان است، میزان اعمال است. نه فقط گمان کنی که در حشر حضرت مولا صلوات الله علیه میزان است، بلکه آن به آن، هرگاه عملی، بلکه هر وقت که مکلفی موجود است و مأمور به عملی است و عامل به عملی است، امیر عوالم میزان آن عمل است. لذلک اگر از دایره ولایت او بیرون باشد، این عمل هباء منثورا است، اصلا فایده ای ندارد، هرچند که پشت دوتا کند.
هرچند که پیشانی مانند زانوی شتر پینه ببندد از سجده تا در ولایت حضرت مولا نباشد بعد است و قرب نیست. مطالبی است که در بین روایات است و فریقین نقل کردند. توجه ما باید با لذالک عرض می کنم همین مسئله مشکک، همین مسئله‌ای که شدت و ضعف دارد، همین مسئله نسبی به هر سه لغت عرض کردم، به هر سه مفهوم عرض کردم که کسی خورده نگیرد و جبهه بی خودی راجع به مطالب گرفته نشود. شناخت، معرفت، محبت امیرالمؤمنین، تسلیم بودن امر ولوی حضرت مولا صاحب ولایت کلیه حقه الهیه مشکک است نسبت به افراد. هر کسی بهره ای دارد و به همان اندازه بهره اهل سعادت است، به همان اندازه محبت اهل سعادت است. لذلك بعضی از مطالب را میبینیم قدری مقابل آن کسانی می آیند، جبهه‌ای می گیرند یا نمی پذیرند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است منافق از مؤمن با یا علی شناخته می شود، نه فقط خود امیر المؤمنین که مسلم است، با ذکر یا علی نیز این فرق مشخص می شود. ترس دارد گفتنش می دانم. به عنایت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه می گویم، میگویم و از گفته خود دلشادم. نه آن این که به لفظ یا علی آن نفاق بعضی مشخص میشود. خود امیر عوالم امیر المومنین عرض کرد میزان است، میزان تمام است، تمام معلوم. لفظ یا علی نیز میزان است. گاهی شاید برای شما رخ داده باشد، برای کسانی که در خدمت منبر سید الشهدا روح الفدا هستند و تاج نوکری منبر آقا ابی عبدالله را به سر دارند، آنها بیشتر برایشان محسوس است که چند یا علی اگر در یک جلسه ای گفته شود بعضی رو ترش می کنند و ابرو خم می کنند که چرا. اینها تمام تحت سلطه همان میزان بودن امیر المؤمنین روح الفدا است و شاخص بودن حضرت مولا. ببینیم این برنامه را. قسمت مباد وصل تو بر هیچ کس مگر مده رسول تراب کن علی دست خدا ید الله بنیاد کفر کرد طرف
طرف ابرو از پی فرض نماز عصر حکم از پی مراجعت آفتاب کن خواهر به مرگ امر دلاور به غم نشان مادر ز قتل مرحب بیدین کباب کن دجله دجله روان همچو آب کن صلوات الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین سلام الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین لذت میبریم از شنیدن مدح امیر عوالم امیر المؤمنین همه ما بارها عرض کردم بار دیگر میگویم اگر کسی شکایت از اموری که مهر امروزه را به آن زده اند و افسردگی که میبینید غالبم شده از حال یا گاهن به عنوان بگذاریم اگر کسی شکایت از این دارد بشنود مدح امیر عوالم امیر المومن روحی له الفدا را بگذارد بشنود بخواند مدح امیر المومن روحی له الفدا را و اثر آن را ببیند شنیدن نام مولا گفتن فضائل مولا شنیدن فضائل امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفدا علی بن ابی تمامش موضوعیت دارد و تمامش با فطرت مستقیما درگیر است و اثر میگذارد اثر وضعی تام و تمام البته قیدهایی هم دارد حلال زادگی خب عرض می کردیم پس خود امیر المؤمنین به جای خود صلوات الله علیه آن جایگاهی که کسی نمی داند کجاست کنهش شناختش محال است محال هر کسی اندازه ظرف خودش می داند ولی نام مولا هم چنین است لذلک بعضی می بینیم که رو ترش می کنند ولی می گوییم آقا تا کی مخفی کردن فضائل حضرات آل الله صلوات الله علیه درگیر عذابیم همه ما عذاب حال با آن عذاب بالمباشره نه ولی اون عذابی که همه در اذیت و آزارن و فرمود صریح روایت که خداوند علی اعلا این قوم را به ذنوب علمائش عذاب می کند لیعذب الله هذا القوم به ذنوب علمائم پرسید یا رسول الله گناه علما چیست که خداوند قوم را عذاب می کند عذاب را بر قوم نازل فرمود الذين يكتمون فضائل علي بن ابي طالب علمایی که فضائل امیر المؤمنین روحی له الفدا را کتمان میکنند مخفی میکنند مستوجب عذاب است پس عکس مسئله نیز ثابت است وقتی کتمان فضائل عذاب می آورد نشر فضائل رحمت الهی را نازل میکند نشر فضائل مولا کوشا باشید و مرحوم شوید از این رحمت الهی از این نعمت الهی اشاره برای اهل دقت و معرفت و عزیزانی که از حوصله‌شان بیرون است قدری تأمل و تحمل تا بتوانی مطلبی در خور همه شما حسینیان عزیز عرض کنیم در خور حضرت مولا که حق جل و علا در آیات باهراتش بر لسان رسول خدا و حضرات اهل بیت گفته است ما در خور شیعیان و محبین اگر سخن بگوییم هنریست بس مفید انشاءالله در روایتی که در کافی شریف نقل شده است و به دست ما رسیده است در باب حجه روایتی است حضرت باقر العلوم صلوات الله علیه به جابر ابن عبدالله انصاری می فرماید حیثیت روایت کفایت می کند از مستر و راوی که عرض کردم آنجا مطلبی حضرت باقر صلوات الله علیه اشاره می کنند که همه مطلب را نمی خوانم ولی کلمات کلیدی آن را می گویم که سهل باشد مراجعه و مطالعه آن روایت
می فرماید حضرت باقر فکان و اشباح نور بین ید الله. وقتی که خلق شدن حضرات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین اشباح بودن بین ید الله، که این بین ید الله به معنای سلطه حقیقی است. عباد الرحمن الذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، در سلطه حق. قلت و ما اشباح، ما الاشباح، اشباح چیست؟ جابر ابن عبدالله انصاری انسان فرهیخته ای که با لغت عرب آشناست، وقتی میپرسد اشباح چیست، نشان میدهد که حضرت باقر العلوم صلوات الله علیه و دیگر اهل بیت از اتخاذ و انتخاب کلمه اشباح غرضی داشتند، چرا که در لغت اشباح را به سایه ای میگویند که امتداد داشته باشد. سایه، دقت کنید، اگر عرض کنم یکی از لطائف این روایت همین کلمه است که عرض کردم، کم نگفتم، دقت بسیار ویژه‌ای می‌طلبد. اشباح، شبح، عرب به سایه‌ای می‌گوید که این سایه امتداد داشته باشد، و حالون که در عرب در معمول اگر از سایه می‌خواهند سخن بگویند کلمه ظل را استخدام می‌کنند، ظل، سایه. ولی حضرت می‌فرماید اشباح. اشباح که می‌فرمایند برای جابر سوال می‌شود مل اشباح، اشباح چیست؟ حضرت جواب می‌دهند قال ظل النور ابدان النورانیه بلا ارواح. ظل نور. 2.5 دقیقه وقت داریم، مدد کند امیر عوالم امیرالمؤمنین بتوانیم مطلب را برسانیم به سرمنزل مقصودش. ظل نور، اشباح، عرض کردیم سایه ممتد. علم تر اله ربک کیف مد الظل، ارجاع به این آیه برای اهل دقت. خب حضرت بیان میکنن اشباح را برای جابر. ظل نور، ظل نور یعنی چه؟ همه ما خوانده ایم، در روایات دیده ایم ظل نور را بیان کرده ایم، ولی دقت به یک لطیفه شاید کمتر کرده باشیم، و آن این که ظل و نور به ظاهر که نگاه کنی و حمل اولیه دو کلمه متباین با هم، اجتماع نقیزین است. چرا؟ چون ظل آن مانعی است که سایه ای ایجاد می کند، یعنی مانع نور، مانع نور. ولی ظل نور چیست؟ یعنی هم تاریکی هم روشنایی. این محال است. بیان، جواب کوتاه سریع که بماند در اذهان. به مثال عرض می کنم اینجا آفتاب تابیده است، انشاءالله باشید کربلا زیر آفتاب کربلا قدم بزنید و مشمول دعای امام صادق صلوات الله علیه شویدم. آفتاب می تابد بر عرصه ای، آن نور آفتاب که بر زمین می بینید، آن آفتاب ظل شمس است. بله، نوری که انعکاس پیدا می کند در این استدیو، در این اتاق، آفتاب نیست ولی روشن است، ظل نور است. روشن است، ظل نور است، یعنی سایه نور نیز نور است، سایه نور نیز روشنایی است. حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین اشباح بودن، ظل نور بودن. روشنایی ظل نور، روشنایی خود نور است. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. امیدوارم که رسیده باشد مطلب برای اهلش. هر جا هستی درز تبریک خدمت علی ابن مسرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلوات خط کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. غزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور وايب كربلا صرخت يتيمه.